انقدر تو گوشی خوردم گوشام دیگه آنتن نمیده. یادته یه روز قبل از اینکه قطار آتیش کنه من میشیدم؟ یحیی یادته؟ آفرین. برو دایی تو مسخره کن. ایسکا منم نمیخواد بگیر. ما خودمون جوانمرد صاحب ایسکاییم. چقدر فک میزنی؟ رو مخیا. جون یحیی الان پاشی ریلو رد کنی؟ چوب خطت پر میشه میگیرن میزنن زندان؟ میخوای پاهم بذارم اون بر ریل ببینی چه جوری سسوته میکننم اون تو؟ شر نکن بابا، ما همین جوریش هم یتیمیم. میگیرن این زنت زندان، گرگای محل میان منو میخورن. آقای ایوب بفرمایید بیرون زندان. تو رو خدا بفرمایید، بفرمایید بیرون زندان یه هواخوری ساده آقا زنداداش. آقای ایوب لاف نیا، تو خدا زنداداش فکر تو ببن. کجا؟ بله کارت دارم. بی خود مگه قرار نکردی رفتی خونه بابات اون بر خط؟ مگه ندیدی پای من اینجا زنجیر بود؟ باز چی رفتی؟ حالا باز چی برگشتی؟ میخوام برگردم خونه خودم. که قول بزنی به جون من؟ لازم نکرده، همون جاجات خوبه. تو خلاف نکن، من رنگ خونه بابامو عید به عید میبینم، اونم برای عیدی. به خدا زن نباشم پامو از تو خونت بذارم بیرون. من خلافم؟ کل فامیلات عروسیشونو توی زندان میگیرن. حالا دو دفعه من خلاف کردم، شما شدین حاکم شهر؟ به جون همین بچت که داره دنیا میاد، اگه گذاشتی کنار همه چیو که گذاشتی، اگه نه دنیاش که بیارم میبرم میذارمش پشت در خونه مردم، خودم هم میام همینجا گوشامو میگیرم دراز به دراز میخوابم رو همین ریل. واسه من شرط میذاری؟ برو. از شوهرم جداشم. بفرمایید. چند وقت فهمیدی؟ از پارسال. به خودشم گفتی؟ اولش میخواستم بی سر صدا جداشم، نمیخواستم آبروش بره، ولی زیر بار نرفت. اگه یک سال فهمیدی، خب چرا باردار شدی؟ وقتی دید فهمیدم لج کرد، گفت طلاقت نمیدم مگه اینکه بچه برام بیاری. داشتم اذیت میشدم، هر روز میرفت بیرون، فکر میکردم میره پیشمون، برمیگشت خونه میگفتم از پیش اون اومده. بعد از اینکه فهمید میدونی، بازم به رابطش با اون خانم ادامه داد؟ تا همین الان. مطمئنی یا فکر میکنی؟ فقط میخوام تمومش کنم بی سر و صدا. از وقتی فهمیدم حاملم دیگه تو محل آفتابی نمیشم کسی منو نبینه. دختره یا پسره؟ نمیتونم. دلم میخواد این بچه به دنیا بیاد بتونم برم از اون خونه. اونجا دیگه حتی نفسم نمیتونم بکشم. میتونم همسرتو ببینم؟ علما بهش بگم بیاد؟ آره. نمیدونم میاد یا نه. خب من چی کار میتونم برات بکنم؟ کمکم کن جداشم. شما خودت یه زنی، میفهمی الان منو.
خوبم میفهمی. نمیگم برای شوهرم کم نذاشتم، ولی هرچی تونستم گذاشتم. این بچه شده دلیل نجاتم. کمکم کن به دنیا اومد بذارم برم. فکر میکنی دنیا بیاد سخت‌تر میشه جدایی؟ خانم این بچه تو شکمم بوی شوهرم رو میده. ندید ازش متنفرم. حیوان خوبیه، مثل سگ وفاداره، فقط یه شبکوره دیگه. دریا این کله میزنه نیوکاسل نداره؟ نه. تو اینی؟ ای حاج ننه داره میان. همون جیر برد. چرا؟ برو تو نبینته. برو شیم شد تو فداد در نه. سلام حاج ننه. علیک السلام. خجالت نمیکشی؟ کم خجالت کشیدم آفتابه کردن گردنت کنار این ریل با اون رفیق بی مغزت تو محل چرخوندن. چرا این دختر اذیت میکنی بابا؟ داری بابا میشی میفهمی اصلا؟ من به کس کاری نرم نکشم. حرف نزن ببینم پات گیره. ببین توفهمو خوب میشناسم. کاش به جای تو سنگ زایده بودم. اقا حداقلی که خسته بود میشست روشه به درد میخوردی. ببین طلاق اون دختر رو خودم میگیرم. با بچهش میبرم خونم، کلفتشونو میکنم تا عمر دارم. بشین حالا ببین کجاست خانم؟ خانم جنه شیرین میپره دیگه، شیرین. تو چقدر بدبختی با این میگردی. خاک بر سرت با این رفیقات. بابا این پادر در خونه بیرون نیا دیگه. اندازه دو تا طویله خرید. بیا برو، بیا برو، نبینمت. گم شو. دفتر من پردادی رفت. بابا جلده بر میگرده دیگه. چیه جلده بر میگرده؟ مسخره. اصلا حاج ننه راست میگو. من چه بدبختم با تو میگردم. بس خلط دارم، خلط دارم. چی از جونم میخوای؟ باز چی اومد اینجا؟ صابونه برات آوردم. میخوام نیاری. چرا ننه اون پر کردی؟ خب چی کار میکردم؟ تو به حرف من گوش نمیدی آخه. من باید به حرف تو گوش بدم؟ اون تاکسیه بابام. برو برش دار کار کن، من راضیم. من برای 500 تومن 1000 تومن گرفتن از دست مردم کار نمیکنم. ولی من حاضرم 100 تا تک تومنی از دست مردم بگیرم، اما حلال بگیرم، نون حلال بخورم. من نمیذارم این بچه با پول حرام بزرگ بشه. داخل بیق. میفهمی چی داری میگی؟ من میفهمم چی دارم میگم. تو نمیفهمی چی کار داری میکنی. برو خونه بابات. بچه‌ت هم همونجا تنها به دنیا بیار. هر کاری هم که دوست داری بکن. من بابای بچه‌مو دوست دارم. چرا نمیفهمی؟ شده باشه بلا سر خودم بیارم میارم، اما تو رو آدمت میکنم. برو بینم بابا. آسیا، آسیا، هر وقت یاد گرفتی چجوری حرف خونت رو توی خونت نگهداری اون موقع برگرد. اینجوری برگردم؟ برگردم که بری خونه مردم، اساس خونه مردم رو خالی کنی؟ خجالت میکشی هریو. من همینم که هستم. مشکل داری بمونم اونجا.
نینی دادی؟ آره. اسمش چی بذاری؟ بیا اذیتش نکن، بیا. بچه اولتونه؟ بله. نمیخواستی؟ منم اولش نمیخواستم، ولی الان خوبه، همه چی خدا رو شکر. مرجان یه دقیقه وایسا، کارت دارم، یه لحظه کارت دارم. بلم کن، برو کنار. وایسا، چرا اینجوری میکنی؟ گوشیم شکست. بدای سرت، کارت دارم. برو موین، میبینم ات حالم به همی خواهد. موان چه شده؟ به همی چه شازدهی داره، حالش بد شد. چرا بهش گفتی؟ اومد دم خونه، کلی هم بارم کرد. من هم همه چی بهش گفتم. خواهی من رو خراب کنی؟ خراب؟ کاری هم نکنم تو خرابی. چی نمیفهمی؟ من یه غلطی کردم، این سگم پشیمونم. ببین، من پای قرارمون وایستادم، تو هم ببین. روانی، من اگه گفتم بچه برای این که تو بمونی، اگه قرار تو بری بچه رو بذاری، که منم میزنم از کنار خیابون میرم. فقط بذار من برم. چی کار کنم باور کنی پشیمونم ها؟ من اگه جای تو بودم با حرف زدن حلش میکردی؟ من اگه این کار کرده بودم تو سرم رو میبریدی. رژنه رو دیگه خجالت نمی کشی؟ نمیده بایی ایا سرت منده پایین، حرف از پر رو. آخه آدم تو محل خودش از زن عامله کیف قاپی میکنه. نمیدونستم خانم شما. منم بهش گفتم آقای ایا تو خفه شو بابا، شغال از این بدتری. حالا زن من نه، هر کی تو محل خودت. فکری خیلی زرنگی هره. او غلط کردم دیگه. ولش کن دیگه. چند سالته؟ من نمی‌بینی سوال می‌پرسه. چند سالته؟ 16 سالشه. به تو چه؟ خودش می زمان نداری؟ آخه تو الان باید پای درس و مشقت باشی. یه جور بزنم به تو خونت کلاغ بر بری. حمید. برو اینو بده تحویل آقاش. یه جوری نه نداخت پیاز داغشو زیاد دو کن. بابا نگو پیاز داغ دیگه، جلوی اینو پر رو میشن دیگه. روغن داغشو زیاد کن. آقاش گوششو بپیچونه درس بخونه، من مثل منو تو نشم. آقاش کجاست؟ نه ببین، هفته یه بار من یا حمید بیم به سر میزنیم. اگر دست از پا خطو کنیم ها چیه؟ یه جوری میزنم ات نتونی تو محل بشینی، فهمیدی؟ پا بیفتی. سویچ آسیه کیفه گرفتمه. توقع داری بیام کیفو ازت بگیرم بهت افتخار کنم که شوهرم تمام دوستایی محل رو میشناسه؟ خوشحال باشم، ذوق کنم. آقایی کلانتری کلی باید میگشتن تا پیداش کنن. من سه سوتا گرفتمش، الان هم حمید بردتش برای اعمال قانون. تو اصلا حالیت هست چی کار داری میکنی؟ پس وقتی این بچه دنیا بیاد ازت بپرسه کار چیه، شغل چیه، چی میخوای بهش جواب بدی ها؟ کار درست میکنم برای پلیس. با
ما نباشیم کیو بگیرم؟ خجالت بکش یحیی، خجالت بکش از این کارات. خیلی خوب، حالا کیفتو نمیخوای؟ دیگه حتی بر خودت یادگاری. جهنم. آنی آبادنو آنی آبادنو. ای آقا، اینجا جای پیاده شدن شما پیاده میشه از اینجا میری آخه؟ الو، اینا چی خریدی؟ میدونم لباس بچه هست، دارم میبینم. میگم برای چی خریدی؟ این بچه لباس نمیخواد، بابا میخواد که بلکن. بابا دیگه خیلی دیره واسه این حرف. زودتر از نوبت به فکر زندگیت میافتادی. بیا، من اصلا حوصله شنیدن این حرفا رو ندارم، میخوام برم دکتر. لازم نکرده، خودم میرم. کاری نداری؟ معلوم شد
چه طرز حرف زدنه بابا؟ منو باش رفتم به سیسمونی بچت چیز میز گرفتم ها. این آشغالا رو؟ آشغاله. 4 5 میلیون تومن پولش ها. ایستگاه منو گرفتی الان؟ برو بازار بپرس. بذارش توی اتاق بارون خرابش نکنه. علی پاسیل یادته؟ مگه میشه یادم بره؟ به خاطر اون عوضی لو رفتم دیگه، اون ما رو فروخت دیگه. امشب آخر شبی قزل آزاد میشه. به تو چه؟ میدونی اولین جایی که میره کجاست؟ میره خودسازی. به من چه؟ گرد گیرش نمیاد تو زندان. به من ربطی نره. اون یاروه یادته گفتم ماشین فروخته سکه خریده؟ بریم خونهشو بتک کنیم. ببین همه چی جفت و جوره ها. آمارشو گرفتم که یارو نیست، گم و گور هستن. زنش هم که اصلا قهره، خبری ازش نیست. علی پاسیل هم که داره آزاد میشه دیگه، میتونیم بریم به تکونیم. علی پاسیل این وسط ماجرا چیه؟ کلانتری یقه اولین کسی که بگیره علی پاسیله دیگه. من با این پابند تکون بخورم هر جا برم رد منو میزنه، من با چی کار بکنم؟ نه ببین، خونه یارو مسجد دیوار به دیوار هم فرقی نمیکنه اینجا باشی یا اونجا. قبلش هم میریم مسجد یه تابی میخوریم که اگه 1% به علی پاسیل گیر ندادن اومدن سراغ شما، شما میگی من مسجد بودم در حال عبادت. قیافه من نگاه کن، من یه دفعه تو عمرم مسجد رفتم، اونم برای ویار آسیه بود، رفتم نظری بگیرم بدم بهش. خب بابا یه توکه پا میری یه سری میزنی اونجا، برای اینکه اگه خواستن شهادت بگیرن از کسی، میره اونجا چی میگه؟ میگه که بله آقا ایشون اینجا بوده. همین، منم میرم خودسازی با علی پاسیل، یه 100 تومن خرجش میکنم که تا صبح مریخ بمونه، بعدش حل میشه دیگه، تمام میشه میره پیکارش. آره؟ منم دوستت دارم، همه چی حله. اون 100 تومن هم بعدن با هم جدا حساب میکنیم. خب؟ واسه تا خبرت کن. سلام آجی خانم. علیک سلام. طوری شده؟ حمید آقا یه منت سر خواهرت میذاری اگه میگی من مثل خواهرتم؟ شما بزرگ مایی، خواهری که جای خود داره. اینقدر دورور این یحیی نچخ، اون کلش باد داره، بذار تنها بمونه حواسش به من و این بچهش باشه. یه جوری شما میگه انگار یحیی طفل ما داریم من را به درش میکنیم. اون از طفلم کمتره، به خدا خونه بابام کم حرف نمیشنوم، حرف مردم رو که دیگه نگم برات. مردم حرف زیاد میزنن، شما به دل نگی. ما خودم اگه کار بدی بکنم یحیی گوش منو میپیچونه. این یارو پسره بود جز قله که کیف شما رو دزدیده بود، اینو سپردش به من، گفتش که اینو بردم خونه باباش 4 تومن بذاروش که باباش قشنگ ادبش کنه. یحیی آدم حسابیه. دست رو سر این بچه من که میخواد دنیا بیاد. به خدا خسته شدم به خاطر گرفتن چندر قاز از دست مردم، با این وضع حالا میشینم پشت فرمون تاکسی بابام تو خیابونا سر کله میزنم. دست از سر یحیی بردار، ولش کن یحیی رو. الهی چشت روشن بشه به برگشتن بابات، ببینی اومده. سلام.
یحیی. آقا یحیی. سلام. چی شد پس سپیاس؟ بابا نگو اینه دیگه، من بدم میاد از این اسمه. خیلی خوب، چی شد حالا؟ بابا امشب ملغا، کنسله. چرا؟ ملغا دیگه. بابا الان شب شده دیگه، ایوونام برگشتن. برم غذا بهشون بدم که معده‌شون پاره نشه. وایسا بینم. چی شد حمید؟ هیچ. حمید بابا زند داشت جلومو گرفت، قسم داد گفتش که بابا این یحیای ما آفتاب مهتاب ندیده است، دور برش آفتابی نشین، سرش ندین این ور اون ور، فکر میکنه تو بدترین فوشی که بلدی قاچاق چیه. وایسا بینم منو ببین، برو قضیه امشب شدش کن. میخوام یه گوشمالی به علی پاسیل بدم، بعدش هم تکلیفم با آسیه روشن. آه با یارو قسمم داده، به همین قبله قسمم داده. کدوم قبله؟ خیالت. قبله دیگه این نمیدونم. تو قبله رو درست نشون بده، کل فک فامیلای ما میان پشتت نماز میخونن. قسمم داده. حمید منتظرم، برو. این حرفا چی بود به حمید زدی؟ این مسخره بازی ها چیه؟ نزدیک بود بزنم لتو پارش کنم. ماشالله حمید آقا آلو تو دهنش خیس نمیخوره نه؟ چرا میخوای منو پیش رفیقام خراب کنی؟ تو باید پیش زن و بچت خراب نشی، پیش مادرت خراب نشی. تیکه باره من نکن، کفری میکنی ها. دفعه آخرت هم باشه بلنگو دستت میگیری این برنور جار میزنی. که باز منو بزنی؟ تو که بلدی. برو خونه بابات، بارتو بذار زمین، بچه رو سالم به دنیا بیار. باد کلت که خوابی میای توی خونت، برای من سقرا کبرام نمیچینی. بارم و زمین بذارم، بچه همو دنیا بیارم، بعد تو رو نشونش بدم، با این وضعت بگم تو باباشی؟ من وقتی زنگ خونتون رو زدم همین بودم، الانم همونم، 100 سال دیگه هم همینم. این حرفا رو باید موقعی میزدی که از خونتون زاغسی های منو میزدی، رو پنجره عکس قلب میکشیدی. فکر میکردم آدمی. آدم نیستم. کاش این بچه نبود، کاش دوست نداشتم، میرفتم پشت سرم هم نگاه نمیکردم. برو برو پشت سرت هم نگاه نکن، خیر پیش. یحیی خدا، خدا باشه. آسیه چت شد، بلند شو بینم. آسیه آقا کریم، آقا کریم،
من نمیفهمم این چه کاری از بچگیه. این زالو گوشتو میچسبونی رو ریل. با سنگ بزنم تو مخت کلت بچسبه همونجا. سپیاز نگو سپیاز، بدم میاد من. خب پس دلوپی نخور که هم دهنت بوگن نگیره هم من بهت نگم سپیاز. زن داداش چطوره؟ آبجیش ننش بردنش بیمارستان شماره دو. خوش به حال. چطور؟ یکیو داری نگرانت باشه دیگه. من فقط طلبکارام نگرانم هم. اونم دعوا میکنن نمیرم که بتونن طلبشون رو وصول کنن. فاز ور ندار تو هم. رفتی پیش علی پاسیل؟ چی شد؟ رفتم پیشش که رو پام نمیتونم واسه. پا به پاش کشیدم. خاک بر سرت. واسه چی رفتی پیشش؟ نمیرفتم. یکی دیگه باش میرفت. اون وقت یارو شهادت میداد. نمیتونستیم گیرش بندازیم. بریم. بریم. یحیی. آقام. رفت ایسکو سوار شد بره مشهد برگرده. نامرد. رفت برنگشت. ننم بچگی خرم میکرد. گفت برو گوشتو بخوابون رو ریل. قطار اول صداش میاد بعد خودش میاد. قطار که بیاد آقاد میاد. اصلا نمیدونم آقام بیاد منو میشناسه. خیلی خوب بابا تو هم گریه نکن دیگه. باش بریم. دهیان نریم. تو رو خدا نریم. این فکر خودت انداخته تو توبمونه من. به خاطر لجبازی با آسیه هم شده حتما میریم. نریم. من نمیفهمم این زهرماری چیه شما میکشین؟ زود فاز برمیدارتون ببین شجر نامتون چیه. میریم. مامان کجا بیای؟ گوشی از دستم افتاد شکست، دادمش تعمیر. یه گوشی دیگه تو اتاق بالا دارم، سیم کارتمو میندازم توش. باش باش، نگران نباش. باش خدافظ. ای بابا یحیی مطمئنی پدرزنت با
حقوق نمیگیرم مسجد، 24 اونجا سا. نه بابا از این اعتقادی هست. خیلی خوب شد که اونجاست، شهادت میده قشنگ. او برو عقب، اینم برو عقب. چرا با کفش اومدی تو؟ ما اومدیم دوزی ها، میخوای زیشلواری هم ببوشم. در بیار کفش تو، میخوره از اینا باشن که نماز بماز بخون. درار درار جورابان بو میده. آه بیا تو بابا، بوی جوراب بهشون رد نمیخوره. اینا سکه مکه داشته باشن. بابا مرد حسابی میگم ماشین فروخته، بلند شدی که بگرد. اون شخ میزنی وسایلو برمیداری بذار سر جاش. آه نفری نشون میگیرتمون. بابا امروز عذاب وجدان دیگمون کرده، ولمون کن دیگه. حرف اه مهد آفرین چیه تلفونه دیگه حرفی. سلام آش خانم، چی شده؟ ها؟ نه نه نه، داره خودشو لوس میکنه دیگه. چی چیه تناس؟ باباشو تو مسجد دیدم، گفتم بلند شه بره پیشش. رفته بودم برای بچه دعا کنم. آره حاج ننه. سلام برسه مردنر. خیلی خوب باشه. باشه به من خبر بدی. خداحافظ. چی شده زن داداش داری؟ حالش خوبه؟ آره خوبه. خوشحالی داری بابا میشی؟ خیلی. الان حالت خوبه؟ آره. آفرین. میبندی دهنتو؟ اسمش چیه؟ عمقیزی. دور کلات قرمزی. بی تربیت. سوسمار بچهش میخواد دو دنیا بیاد. دو تا هلیکوپتری قبلش میزنه. هیچ کاری نکردی برش نه؟ نه نه خوب خوشمزه. او؟ نه شاید راضی نباشن. دو دقیقه رفتیم مسجد جو گرفته تا رفتی برای پوشش. کسی گذاشتی زاغ بزنی یا نه؟ گذاشتی؟ مثل خری که به نعلش نگاه میکنه نگاه میکنه. بلند شدی که بگرد. کبوتر وقتی که دل به هم میبازن عاشقونه با هم میسازن آشیونه. عروسی باباته؟ مثل کبو... آقا من از کارم دارم لذت میبرم، شما هم ببر. نمیبرم، ساکت باش دیگه. بابا حال کن با کارت دیگه. هیچ حالی نمی کنم. این خونه پوچه پوچه. بگرد هست، بگرد داره. باش ای بابا. آقا الان همین فک و فامیلی تو میخوام بهت زنگ بزنن، تو هم جواب همه رو بدی وسط کار. وسط حالا من چه کار رو داریم میکنیم؟ دزدی. اه؟ الو باز چی شده؟ نه نه من چه کار داشتم بهش؟ داشت میرفت سمت خونه شون یا افتاد زمین، گفت شکم درد میکنه. خب به دنیا بیاد. اینی که بستم به مچ پای من معنیش اینه. مادر من نمیتونم بیام اون بره ریل، تکون نمیتونم بخورم، میفهمی؟ خیلی خوب رسیدی زنگ بزن. آقای آیا چه خبر زنده داشت چشه؟ من باید گزارش لحظه به لحظه زندگی با شما بدم؟ بله بله بچه هم داره به دنیا میاد.
آها مبارکه، ایشالا سالم باشه، خوشگل باشه، دست به آچار باشه. هنوز که به دنیا نیومده. حالا به دنیا میاد دیگه، به دنیا میاد ایشالا چرخش برات به چرخه که جا موکر رو زمین برات به چرخه بازی کنه. برو به کارت برس، کافیه تو این خونه سکه پیدا نکنیم، اون من میموندم تو پیدا میکنیم، نگران نباش. گریت به حالم کوه و در و دشت از این جدایی می نالدم برم این دل دمادم سفر به خلاص، سفر به خلاص، مسافر من گریه نکن. با همون مشکل داری، یه پا تو بشور، خفه شدم امشب. بابا تو گفتی کفشو تو در من غلط کردم، تو این خونه هیچی پیدا نمی کنیم، همه جا رو شخص پیدا می کنیم. تو گوشی تو خاموش کن وسط دزدی. الو هاش ننه، تو 5 دقیقه 4 دفعه زنگ زدی. چی؟ بچه به دنیا اومد. میگه بچه به دنیا اومده. قربونت برم. چی؟ بچه که 5 دقیقه به دنیا اومده کجا فهمیدی چشا شبیه منه مادر؟ چشا شبیه توه؟ آره. یکی تو خونه است؟ یکی تو خونه است؟ بیا. تو که گفتی خالی خونه، گفتی همه چی چی؟ نباشید خانم، من با اتون کاری ندارم. آقا هرچی میخواییم برداریم، فقط سعیم زن ارشاد جونو بچه سعیم زن ارشاد زنگم نمیزنیم گوشی تلفنم پایین بده، خودتون برید. تو رو خدا با من کارتون نباشه. صدای بچه رو شنیدی؟ آره خیلی ونگ میزد، قشنگ رو مخ. دوست دارم بچه‌مو ببینم. یحیی یه کاری نکنی بچه‌ت
گوشیشو این زالو بچسبونه رو ریل تا باباش بیاد. قشنگ بابا باش براش. میشه بهش یاد بدی به من بگه عمو؟ ما فکر کنیم یکی تو این دنیا داریم دیگه. اگه بهم بگه عمو به خدا ترک میکنم. اصلا بهم بگه عمو سپیاز ناراحت نمیشم از دستش. آسیه امشب رفته بودم خونه مردم رو میجوریدم از توی اتاق صدای گریه یه بچه بلند شد دلم ریخت صدای بچه هنوز تو گوشم رد کردی ریلو گروه بابای ریل گروه بابای زندون اومدم پیش زنم باشم پیش بچم میخوام آدم شم آسیه میخوام وقتی بچم بزرگ شد سرتو بالا بگیری بتونی بهش بگی این بابات نفقم هم نمیخوام جوازم هم بمونه خونه خودش فقط بچه هم میخوام خودم بزرگ کنم میخوام نگهش دارم قرار بود وقتی به دنیا بیاد ما از هم جداشیم من و این بچه تو تنهایی و تاریکی مادر و بچه شدیم میخوام خودم نگهش دارم کار ایشون اشتباه بوده اما شما نمیخواییم به خاطر این بچه یه فرصت دیگه بهش بدین خدا دیگه باش هیچ ارتباطی ندارم چی شد دخترم؟ ببخشید آقای قاضی من بچه رو میبرم شیر بدم برمیگردم Thank you.
چه مدت لازم بوده است؟ چه مدت لازم بوده است؟ تا کلمه عفو بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتمادانگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر. دل پر از وسوسه و آشوب است، بین تاریکی و نور رقص سنگ است. در این